امروز میشیم با همکارم اردوان روزبه از محل تظاهرات در شهر واشنگتن. اردوان، واکنش‌ها به اعتراضات به ویژه آتش زدن پرچم آمریکا و دیوار نویسی در مورد حماس بسیار زیاد بوده. چه بیشتر میدونیم از این واکنش‌ها و اعتراضات و خیابان‌ها در آمریکا الان به چه صورت است، به خصوص اطراف کنگره آمریکا؟ خب بیشتر تجمع امروز در مقابل کاخ سفید بوده، به خاطر اینکه ملاقات امروز بین نتانیاهو با رئیس جمهور آمریکا در اینجا بوده. به همین دلیل این گروه معترضین، یعنی گروه طرفداران فلسطین، امروز دو بار اینجا شروع کردن حرکت کردن و دوباره برگشتن اینجا. اما در چند مورد باید خیلی توجه کرد. یکی اینکه امروز تقریبا دو یا سه مورد زد و خورد داشتیم اینجا بین طرفداران حماس و اسرائیل. به این تاکید میگم طرفداران حماس، به دلیل اینکه دیروز در عمل اثبات شد با شعار نویسی بر روی مجسمه کریستوف کولوم در مقابل یونیون استیت، گروه هایی هستن در بین افراد که طرفداران حماس هستن. اونها با نوشتن شعار حماس در راه است به نوعی نظر خودشون در ارتباط با این آینده و یعنی اولتیماتومی به ایالات متحده آمریکا داده بودن. میدونید که بعد از آتش زدن دو پرچم از سه پرچم در محل میدان کلمبوس، در واقع موج نارضایتی در بین سیاستمداران آمریکایی به وجود آمد. دونالد ترامپ ساعتی بعد از این با یک جمله و احمق خوندن کسانی که گفت میگن این بخش از حقوق افراد برای آزادی بیان در آمریکا هستش، اونا رو احمق خوند و برگشت گفتش که اگر اونا یک سال زندان برای چنین کاری بگیرن این کار رو تکرار نخواهند کرد. همینطور سناتور مایکل روبیو دیشب با نوشتن یک توییت با ذکر بر این که کسانی که از حماس طرفداری میکنن و کسانی که نفرت پراکنی میکنن و شعار مینویسن در واقع جای دیگه در آمریکا نخواهند داشت. کاملا هریس، همونجور که همکارم سمیرا هم اشاره کرد، با نفرت انگیز خوندن این کار گفته بود که این تظاهرات در صورتی قابل قبوله که نفرت و یا طرفداری از حماس و چیزی از این دست درش نداشته باشه. اما تظاهر کنندگان اینجا در حال حاضر در اینجا جمع شدن. گروه های از اون طرف من میبینم گروه هایی هستن که طرفدار اسرائیل هستن و گروه های دیگه که میبینم طرفداران حماس و یا فلسطین هستن، به دلیل اینکه بعضی از اونها هیچ ابایی از ابراز این مسئله که طرفداری دارن میکنن ندارن. من یه سربند از روی یکی از اونها دیدم که روی سرش نوشته بود سرای القدس، که در واقع یک جریان نظامی برای فتح قدس هستش، یا چیزهای از این دست که وجود داره. به هر صورتی معترضین فعلا در این مکان هستن، پلیس کاملا اینجا رو محاصره کرده و جلوی دو سه درگیری رو گرفته. من فکر میکنم با توجه اینکه فعلا من از تظاهر کنندگان بعضی هم میپرسیدم قصد خروج از این منطقه ندارن و گروه های طرفدار اسرائیل هم اینجا هستن، ممکنه که بازم این اتفاق بیفته. خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم اردوان روزبه از مقابل کاخ سفید و محل دیدار جو بایدن و بنیامین نتانیاهو.